در شکر برای این برنامه های عالی برای این لحظات عالی که سپری کردیم در پرستش در برنامه هایی که اجرا شد ایمان داریم که باقی روزمون هم تقدیس شده و مبارک خواهد بود من هم به سهم خودم و همطور پاسور کلیسا و خادمین محترم کلیسای آلفا اومگا خجست میلاد پر افتخار ایسای مسیح خداوند رو به تمام جهانیان میتونم بگم چون خداوند برای تمام جهان اومد مبارک باد و تهیت میگم همینطور به کلیسای آلفا اومگا و تمامی کلیساها هر باورمندی که در این دنیا هست میلاد نور رو به تک تک شما عزیزانی که نور عالم هستین مبارک باد میگم تجلی خدای محبت رو تجلی کامل محبت پدر در عیسی مسیح خداوند رو به شما پیروان عیسی مسیح مبارک باد میگم آمین ولی من فکر میکنم بهترین و قشنگترین و قنیترین مبارک بادی که میتونیم به هم بگیم اینکه که تجسم ایسای مسیح رو به هم تبریک بگیم. از وقتی فکر ما ذهن ما به تجسم عیسی مسیح میره و اینو اعلام میکنیم انگار یه جوری فکرای ما از اون زایش انسانی خیلی فراتر میره چون انسان ها متولد شدن چون نبودن در تولد یافت میشن اما عیسی مسیح خداوند از ازل بود و هست و خواهد بود آمین میکا چقدر زیبا به این اشاره میکنه باب پنج آیه دو میگه طلوهای او از قدیم بوده پس چقدر عالیه که به هم نگاه کنیم بگیم تجسم خداوند ما عیسی مسیح بر تو مبارک بود میتونیم به هم بگیم با محبت به هم نگاه کنیم آمین تجسم خداوند ما عیسی مسیح و تک تک شما مبارک باد خدا یاری کنه که امسال هم مثل هر سال جشن تجسم عیسی مسیح فقط به سرود خوندن هیجانات تدارکات مخصوص این روز ختم نشه عزیزان هرچند تمامی این کارها تمامی این خدمات عالیه و در خور توجهه ولی خطر اینو داره که مفهوم اصلی میلاد عیسی مسیح خوده و همجور که بردا بهروز عزیز اشاره کرد لابلای این همه زرق و برخ ها گم بشه امسال میخوایم از منظری بسیار غنی به شگفتی هایی که در بطن پیام کریسمس یه نگاهی با هم بندازیم موافق عزیزان و این مفهوم غنی رو در فیلیپیان باب دو آیه شش بهش اشاره شده که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن رو غنیمت نشمرد لیکن خود را خالی کرد و صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان در اومد چقدر آیه زیبایی از آن به طور خاص مفهوم این آیه تمامی میلاد مسیح در مفهوم این آیه گنجونده شده که نهایت از خودگذشتگی نهایت مهنت محبت عیسی مسیح به بنی بشر رو چقدر زیبا به تصویر کشیده نیست در حالی که جهان ما پر از خودمحوریه در حالی که جهان ما از خودسازی صحبت میکنه رو به خود کردن خود رو دوست داشتن اعتماد به خود علاقه های شخصی حتی در مذاهبشون خود عادل پنداری همه چی رو به خود داره نیست ولی ما در کتاب مقدس با خدایی آشنا میشیم که برابر بودن با خدا رو غنیمت ندونست عزیزان او کوچکتر از خدا نبود تا برابر با خدا بود خدای قادر مطلق خدایی که تمام هستی رو آفرید خالق آسمان و زمین عزیزان میخوام یک کمی به این تفکر کنید خود رو خالی کرد از تمامی اون جلال و جبروت به شباهت من و تو در اومد نه فقط همین بلکه تاب به صلیب خود رو فروتن کرد چرا؟ چرا عزیزان؟ عیسی مسیح خود رو خالی کرد من فکر میکنم حتی قبل از اینکه برای گناه های ما فدیه بشه اون منظور و هدف خاصی در این خالی کردن خود داشت عیسی خود رو خالی کرد تا تجربه کنه مثل خیلی از ما معیوز شدن از آسمون چه حس و چه دردی داره عیسی به شباهت من و تو در اومد تا درک کنه وقتی کسی گرس است و هیچ منی از آسمان نمی باره هیچ معجزه‌ای نمیشه چقدر انسان درد میکشه عیسی جلال و جبروت آسمان رو ترک کرد تا های یک پناهنده یک مهاجر وقتی که از کشور خودش از سرزمین خودش به سرزمینی بعید مهاجرت میکنه و از نزدیکترین فرد خانوادهش عدم پذیرش میبینه چه حس و چه حالی داره ایسا جسم بشری به خود گرفت تا فریاد انسانی رو که رو به آسمانه که او رو جستجو میکنه میخواد جواب دعاشو رو بگیره ولی تنها جوابش سکوت سنگین آسمانه چی میخوام بگم عزیزان داستان کریسمس همیشه به معنی بهترین زمان ها نبوده و نیست و شاید برخی از افراد سختترین و بدترین لحظات زندگی خودشون در این لحظه دارن سپری میکنن هستن خانواده های عزیزان مخصوصا در یک دو سال که چقدر تجربه شکستگی و شکاف ها در خانوادهشون بوده چه عشقایی که شاید در خفا ریخته شده نیست شاید عزیزترین و نزدیکترین شخصی خانواده ما داشتیم و داریم که نیست در اون خانواده در این شبهای خیلی زیبا که برای بعضی ها خیلی شادی بخشه ولی افراد نیستن خلا و نیستی این افراد میتونه یا به گونه ای که متارکه به وجود اومده یا مرگ یا بیماری افرادی هستند که در جهان سوم زندگی میکنن عزیزان گرسنه سرما زده با بیماری و فلاکت دارن دست و پنجه نرم میکنن و کمترین درد رو بخوایم به تصویر بکشیم که در این سالی که گذشت شاید چه دعاهایی به آسمان برده شده و چقدر افراد برای نیازهاشون محیوز شدن از آسمان. لیکن او صورت غلام رو به خود گرفت و به شباهت انسانها در اومد عزیزان. به شباهت من و تو در اومد تا صدمات افراد و دردهای بنی بشر رو حس کنه. آیا این قنیترین معنی مفهومت کریسمس نیست؟ تا امروز ما شگفتی های کریسمس رو عزیزان بتونیم با قدرت روح القدس با اندکی فاصله گرفتن از خود با اندکی خالی شدن از خود با اندکی تمرکز و از روی خود برداشتن از خودگذشتگی مثل عیسی همدردی با بنی بشر انجام بدیم و بتونیم عیسی رو درک کنیم با او همراه باشیم حداقل با دعاهامون با اهدای اگه در توانمون بخشی از اموالمون با توجه و محبتمون میتونیم این کارو بکنیم تا با خدای کریسمس با بنی بشر هم نوع خودمون هم درد بشیم و همینطور عزیزان این قنیترین مفهوم تجسم عیسی مسیح خداوند رو میخوام در یک انسان معمولی ببینیم داستان یک انسان معمولی شاید از خداوند صحبت کنیم بگیم خدا و انسان بود نتونیم همزاد پنداری ملموسی با او داشته باشیم ولی میخوایم با یک انسانی آشنا بشیم که خیلی معمولی بود شاید پر از تعصبات پر از ضعفا میخوایم ببینیم او چطور از خود گذشته شد و چه اثر جاودانی روی این زمین گذاشت ما مفهوم غنی کریسمس رو از در مردی پیدا میکنیم که ساکت و خاموش زمانهای خیلی کوتاه لابلای کتاب مقدس صفحات کتاب مقدس پیدا شد خیلی آروم و خاموش و برای همیشه محو شد این مرد فراموش شده از زن. این مرد فراموش شده که در شرایطی سخت درگیر بحرانی بود میتونیم در متا باب یک از آیه هیجده با اون خیلی خوب آشنا بشیم اما ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود قبل از آنکه که با هم آیند او را از روح القدس حامله یافتند و شوهرش یوسف چون که مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نماید پس اراده نمود او را به پنهانی رها کند اما چون او در این چیزها تفکر می کرد ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شد و گفت ای یوسف پسر داوود از گرفتن زن خیش مریم ما زیرا که آنچه در وی قرار گرفته از روح القدس است و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد زیرا که امت خیش را از گناهانشان نجات خواهد داد از گناهشان خواهد رهانید پدر جسمانی عیسی مسیح یوسف نام داشت که یکی از شریفترین مردان در کلام خداست وقتی میخوام قدرت ایمان او رو قدرت امید او رو اعتماد او رو به خدا بسنجیم به و در طریق از خودگذشتگی و از خالی شدن او بتونیم دریافت کنیم باش آشنا بشیم آیه 18 میگه مریم به یوسف نامزد شده بود اول باید ببینیم ازدواج یهودیان یکم باش آشناشیم عزیزان در سه مرحله انجام میشد مرحله یک خانواده دو طرف به وصلت این دو نفر رضایت میدادن گاهند ایام کودکی ما خیلی خوب یادمونه نیست و همین گفته عروس خودمه حالا دختر بچه دو سه ساله بود این مال خودمه این داماد خودمه تو اون موقع خانواده ها رضایت میدادن بعدی چند سال دومین مرحله بود یکم میفهمیدم واقعا مال همن هم و از هدایا به هم رد و بدل میکردن یعنی میخواستن اعلام کنن الان جشن نامزدی نزدیکه و سومین مرحله جشن نامزدی رو میگرفتن یعنی به تمام مردم دهکده اعلام میکردن که رسمیت پیدا شد پیدا کرده این نامزدی یعنی به منزله عقد و باطل شدن و وقتی میخواست این نامزدی باطل بشه به منزله طلاق و جدایی بود چرا اینو تعریف کنم چون در عصر ما از خدای نکرده خیلی افراد تون با هم نامزد میشن بدون هیچ تعهدی همدیگر رو رها میکنن ولی اون زمان این چنین نبود به همین دلیل عزیزان خیانت ظاهری مریم یه بدنامی سختی در جامعه اون روز به تصویر میکشید مطابق با قوانین مدنی یهود مریم باید خیانتش اعلام میشد و سنگسار میشد حتی یوسف که گزارش نداده بود به مراجع قانونی به, به او به حساب او جرم محسوب میشد میخوام یک کمی اون زمانو تصور کنید و یوسف در حالی که در مخمسه شدیدی بود چه به لحاظ روحی چه به لحاظ عاطفی چه به لحاظ احساسی در تفکر و سکوت بود کدوم راه بی خداوند تاله شده سرگردون بشی تاله شده هدایت خدا رو به طلبی و ندونی چی کار کنی تا حالا شده پشت درای بسته بمونی ببینی خدایا تو چی میخوای در این لحظه انگار دو تا راه به ذهن یوسف بیشتر نمیرسید یا او رو رها کنه رها کردن در اون زمان یعنی طلاق دادن یا او رو بسپره که سنگسار بشه اما عزیزان کلام خدا میگه یوسف مردی صالح بود صالح یعنی عادل بود دلسوز بود و از خود گذشته بود چون در این چیزها تفکر میکرد سکوت میکرد فرشته خدا بر او ظاهر شده یوسف پسر داوود از گرفتن زن خیش ابا نکن زیرا آنچه که در وی است از روح القدس است او پسری خواهد زاید نام او را عیسی خواهی نهاد عیسی خواهی نهاد چون امت خیش را از گناهانش رهایی خواهد داد فرشته خدا گفت نام او را ایسا یاشوا خواهی نهاد حسن چقدر زیباسی اسم نام های بی نظیر استثنایی ممتاز شگفتانگیزی به ایسا اطلاق داده شده الف و یا، مشیر شاخه داوود ستاره داوود امانوئیل خدا با ما همه میشناسین کلمه خدا پسر خدا پسر مریم پادشاه پادشاه اسرائیل پادشاه یهود چه اسمای زیبایی قدوس قدوس ولی هیچ کدوم از اسامی مثل عیسی قلب ما رو پر از امید و شادی نمیکنه. هیچ اسمی مثل عیسی بارها و بارها در کلام خدا نیامده نجات دهنده و در لوقا چقدر کاملتر به او اشاره میکنه باب نوزه آیه ده میگه عیسی اومد تا گم شده رو بجوید نه فقط نجات بده، قبل از اینکه نجات بده، چشمان زیبای او در تمامی جهان تردد میکنه عزیزان تا تک تک شده ها رو بجویه در این زمینی که پر از ظلمت و تاریکیه و خیلی این تفاوت ایجاد میکنه عزیزان وقتی در مذهب نگاه میکنیم، به مذاهب نگاه میکنیم شاید انسان رو بیاره تا جایی که بهش بگی تو شده ای تو گم شده ای به خاطر گناهی که کردی از خدا دور شدی گم شدی ولی هیچ مذا... مذاهبی قدرت جلو رفتن رو نداره اما عزیزان در تجسم خداوند ما عیسی مسیح نه تنها خداوند ما گم شده رو پیدا کرد قبل از اینکه حتی پیدا کنه با درد گم شدگی او خو کرد آشنا شد خودشو سپرد به اون درد خودشو خالی کرد تا درد گم شدگی بشر رو تجربه کنه و بعد او را نجات بخشید وقتی به این آیات نگاه میکردم به آیه زندگی خودم فقط تو گوشم نجوا میکرد که داوود چقدر زیبا این مراحل نجات رو به تصویر کشیده تو مزمور چهل میگه انتظار بسیار برای خداوند کشیدم تا به من مایل شد که من رو از چاه حلاکت و گل و لجن گناه بالا کشید پاهای من رو روی صخره نجات گذاشت نه فقط گذاشت قدمهای های من رو مستحکم کرد عزیزا میبینیم مراحل رو نه فقط قدم من رو در این مسیر مستحکم کرد و که سرودی تازه بر دهان من گذاشت یعنی حمد خدای ما این مراحل نجاته چند ساله میبینیم این بحران جهانی کوید 19 رو 99 درصد از پزشکان تشخیص دادن ویروس کرونا رو تشخیص دادن نیست و از چند سال انواع اقسام واکسن ها پدید آمد ولی هنوز که هنوز انسان ها از این فلاکت و درد رهایی و نجات پیدا نکردند و تازه یک کوید 19 جهشی دیگه از آفریقا در رسوخ میکنه اما کریسمس داره میگه عزیزان فریاد کریسمس اینه که نه فقط عیسی مسیح اومد که کوید 19 های ما رو بشناسه بگی تو به مرض گناه مبتلایی و خودت نمیتونی بهای سنگینی داره و تو نمیتونی بدهی سنگینی رو هاته و تو نمیتونی این بدهی رو بپردازی بلکه خودش گناه شد خودش این ویروس رو به خودش گرفت روی صلیب عزیزان تا پادزهر در خون گران های او تولید بشه تا نه فقط بگی ما مبتلا هستیم بلکه خون گرانبهای های ایسای مسیح خداوند ما رو از هر کرونای روحانی نجات بخشه از این یه هللویای جانانه داری یا نه؟ هللویا <applause> <applause> شک فهم و اما دوباره برمیگردیم به یوسف قهرمان داستان ما چه لحظات دردناکی رو سپری کرد او باور داشت که یه زن مقدسه رو به نکای خودش در آورده میخوام تصور کن جامعه سخت اون زمان پر از تعصبات اخلاقی و مذهبی وقتی او قرق در افکار سرگردونی بود مثل من و تو انسان بود عزیزان مثل من و تو حتی مذاهبی دست و پای او رو گرفته بود تو شریعت بود و وقتی که داشت تعمق میکرد کلام خدا اشاره میکنه که به خواب عمیقی فرو رفت و در خواب پیامی از فرشته خدا دریافت کرد که پاهای او رو در راه و راستی و حیات گذاشت چون یوسف از خواب بیدار شد چون که فرشته خدا به او امر کرده بود چنان که فرشته خدا به او امر کرده بود به عمل آورد و زن خیش را گرفت و تا پسر نخستین خود را نزایید او را نشناخت او را عیسی نام نهاد عزیزان بدون هیچ کلامی بدون هیچ حیاهوی بدون هیچ تأخیری از تمامی حق و حقوق خودش که فکر می کرد. گذشت اراده شخصی خودش رو قربانی پیام و اراده خدا کرد میتونی تصور کنی شاید شکایی توی ذهنش اومده چون پیامی که دریافت کرد عزیزان با تمام قانونمندی فکرای یوسف و تک تک ما مخالف بود در اناد بود ولی او خودش رو سپرد و میگه مریم رو نشناخت از چه حرمتی حقیقتا فقط میتونم بگم این گونه از خودگذشتگی این گونه از خود خالی شدن برای من و مایان چقدر میتونه عجیب باشه مایانی که فقط تو ذهنمون قانونهایی قانونهایی هست پیش هست حق و حقوق خودمون هست همان روح پسر پر جلال خدا عزیزان که خود رو خالی کرد و سپورت شبیه من و تو شد در یوسف عمل کرد همون روحی که بشریت گم شده رو فرود اومد از آسمان تا لمس کنه تا نجات بخشه همان روح در یوسف عمل کرد همان روح میبینیم در مریم هم عمل کرد در لوقا باب یک وقتی فرشته اون خبر مهیب و به مریم میده میگه اینا کنیز خداوند هستن بر حسب اراده توی خداوند بشه من فکر میکنم عزیزان اگه مریم و یوسف چنین تسلیم و از خودگذشتگی نداشتن به عنوان یک انسان الان من و تو جامون کجا بود الان چی به سر ما اومده بود مثلا نمیتونم تصور کنم که چه وضعیتی داشتیم میخوام بگم نادیده گرفتن اصل تسلیم و از خودگذشتگی به مسابه قفلت از مفهوم غنی تجسم ایسای مسیحه چون داستان کریسمس عزیزان داستان تسلیم شدن و از خودگذشتگی یکی از غنیترین و اساسیترین پیامهای کریسمسه عیسی مسیح بزرگترین و عظیمترین هدیه بود به ما نیست خودش رو به ما هدیه داد امروز روزیه که به هم هدیه میدیم خیلی مرسومه و امروز یادمون بیاد که چه هدیه گرفتیم عیسی مسیح خداوند و امروز چه هدیه عزیزان به رسم سپاس و قدانی در باستا به این همه محبت او میتونیم به او بدیم عزیزان چه هدیه ای؟ او شایسته است که قیمتی ترین و با ارزش هدیه رو به او داد. این قیمتی ترین چیه؟ خودمون هستیم. چون به قیمت گرانی خریده شدیم نیست؟ امروز پیام کریسمس برای من و تو اینه که خودمونو بسپاریم به خداوند، تقدیم کنیم به خداوند اراده شخصی خودمون رو عزیزان وقت های خودمون رو رویاهای خودمون رو حتی ضعف های خودمون مشکلات خودمونو، آرزوهایی که باش دست و پنجه نرم میکنیم مشکلاتی که توش هستیم واقعا نمیدونیم هیچ جوابی مثل یوسف برای اون نداریم تنها لحظه میتونیم این آرامی رو که فراتر از هر شادی کریسمسه تجربه کنیم چندین بار من تجربه کردم که بتونیم به قدرت روح القدس خودمونو و هر چی که داریم تقدیم او کنیم آمین میخواین این هدیه رو بدیم به خداوند و خیلی مرسومه بازم که مرد های خونه به همسراشون هدیه میدن و همینجور خانومها ها به شوهرشون هدیه میدن نیست؟ فکر میکنیم بهترین هدیه در این لحظه چیه عزیزان؟ به عنوان یک همسر که خودمون بگذریم خالی بشیم خودمون رو تقدیم عیسی و همسرمون بکنیم برای او زندگی کنیم این زیباترین هدیه میتونه باشه بهتر از طلا و جواهر و نمیدونم لباس و پولیورها و خیلی فکرهایی که داریم میکنیم بذاریم امثال این هدیه رو به همسرمون بدیم به زنمون به شوهرمون من نمیگم پرفکت میشیم عزیزان ولی وقتی خودمون رو تقدیم میکنیم و این هدیه رو میدیم اولین چیزی که به وجود میاد یک تبدیل اساسی و عمیق در قلب های ما و نسبت به همدیگه چرا؟ چون داستان کریسمس داستان خدایی که از خودش خالی شد داستان تسلیم و از خودگذشتگی همینجور پیام کریسمس نه فقط از خودگذشتگی و خالی شدن عیسی مسیح خداونده بلکه خالی شدن تک تک ماست نیست در میگه اگه کسی بخواد منو پیروی کنه باید خودشو خالی کنه عزیزان میخوایم این هدیه ارزشمند و به این خدای عالی امروز تقدیم کنیم خیلی از ماها تو کلیسا باید تسلیم همدیگه باشیم به قول پولس میگه به حرمت مسیح تسلیم همدیگه باشیم هیچ وقت اتحاد الهی و روح کریسمس از کلیسایی جاری نمیشه اگه هر کسی دنبال خودش باشه و امروز پیام کریسمس اینه که خودمون خالی بشیم عزیزان به حرمت مسیح تسلیم خدا و همدیگه بشین بعضی از شما عزیزانم که دارین این برنامه رو نگاه میکنیم هنوز فیض سرشار ایسای مسیح خداوند و روح کریسمس رو نچشیدین از اون بهره من نشدین و امروز زمانیه که عزیزان باید قلبتون رو به ایسای مسیح تقدیم کنیم خودتون رو در یه مکان و وضعیت تسلیم بذارید تا اراده خدا که نجات شماست محقق بشه آمین و اجازه بدی که خودت در روی قلبت از روی خواسته های خودت بلند شی و عیسی مسیح مثل یه پادشاه در زندگی تو حکومت کنه اراده خدا در زندگی تو انجام بشه عزیزان فیض سرشار کریسمس شادی حقیقی کریسمس به وسیله تسلیم قلب های تو مویسره این شادی رو فقط در این زمان میتونی تجربه کنی آمین که امروز قلب تو به عیسی مسیح بدی که او قلبش رو روی صلیب برای تو داد و بدونی و ایمان داشته باشی باور کنی تو بدهی خیلی زیادی داری همه ما داشتیم که هرگز خودت نمیتونی بدی بلکه عیسی مسیح پرداخت کرد روی صلیب فقط تو امروز باید دریافت کنی و کلیسای عزیز خداوند پیام کریسمس برای تو اینه که امروز با پرستش خداوند خودت رو تقدیم به خداوند کنی این خدای خود رو با تمام دل و جان و نفس خودت محبت کنی چطور میتونیم محبت کنیم به وسیله تقدیم کردن خودمون اراده شخصی خودتو به او تقدیم کن عزیزان و در مقام پاسخگویی به روح کریسمس باش چطور میتونیم پاسخگو باشیم به این همه محبت عظیم که خودتو به او تسلیم و تقدیم کنی و دوباره میخوام به یوسف فکر کنی در این پایان عزیزان یوسف رو ببینی که در بحرانی ترین و باور نکردنی ترین داستانهای کلام خدا داره به تو امروز پیام میده از او خواسته شد که با یک باکره حامله ازدواج کنه از زن و بار سنگین بزرگ کردن مرد قمها رو رو شونه خودش حمل کنه چیزی که از او خواسته شد مخالف و تمام فکر و منطق انسانی بود نمیدونم چه چیزی الان تو فکر توه چه اسحاقیه چه چیزیه که دست و پای تو رو بسته و نه فقط همین بلکه کارش رو رها کرد مریم رو برداشت و طبق دستور خداوند به کشور دیگه برای محافظت برد هیچ وقت یوسف در مورد کریسمس خطابه ها انجام نداد هیچ صحبتی نکرد اما سند معتبرترین روح کریسمس که غیر قابل درک میتونه برای ما باشه در یوسف به طور کامل دیده شد بیایم امروز عزیزان در سکوت او برای اینکه نور عالم باشه تا من و تو رو نور جهان کنه خدا خودش رو خار کرد غلام شد خودشو خالی کرد و به شباهت من و تو در اومد و امروز خیلی به جاست که چراخها رو خاموش کنیم چند تا فقط سرودهای پرستشی آروم که در این سرودها ایمان دارم که روح القدس کار میکنه ایمان دارم از حتی جاهایی که گیر کردیم میخوام یه چیزی بهتون بگم از تجربه شخصی که خیلیاتون شاید تجربه کردن وقتی خودتون میسپرین در اون سختترین شرایط یعنی اون روح پذیرش میپذیرین بیماری بچه مرگ بیماری نزدیکترین بیماری ناعلاجی که واقعا دست و پای شما رو گیر انداخته همه چیز بدترین چیز رو میپذیرین یک نوری در اون لحظه در اون تاریکی در زندگی تو وارد میشه که خدا قدم بعدی رو به تو نشون میده میخوام بگم خدا تمام تصویر رو یه دفعه نشون نمیده قدم به قدم یوسف رو میبینین مراحل بعدی تو باب دو وقتی اون شهودی که اومد اون شاهدی که از آسمان اومد جدی گرفت اراده خدا رو احترام گذاشت فقط خودش رو تسلیم کرد پاهاش در نور قرار گرفت و قدم بعدی و قدم بعدی خدا یه خواب دیگه یه رویای دیگه قابل توجه برای کسایی که باور نمیکنن خوابو خدا خیلی به وصله خواب صحبت میکنه ایرانی ها چقدر به وصل خواب ایمان آوردن و در یویل نبی داره اعلام میکنه روزی خواهد اومد که پیران ما خواب ها خواهند دید و جوانان ما رویاها ها از اون بیایم رو خاموش میکنیم این شما رو که گذاشتیم سمبل نور عالمه همطور سمبل خودتونی که باید نور جهان باشیم ما بدون شکستن پذیرش و از خودگذشتگی تسلیم به خداوند و به همدیگه هرگز نمیتونیم نور جهان باشیم نمیتونیم این نور عالم رو به دنیا معرفی کنیم بیایم تقدیم کنیم به روح القدس اعتماد کنیم آمین خیلی خوب میشه که هر کسی که این کلام با قلبش حرف زده ایمان دارم ایمان دارم که نور وارد شده ایمان دارم که نور در قلب حتی اگه یک سر سوزن پذیرش اومده فریب شیطان شکسته شده در این لحظه ایمان دارم و پاهای شما در مسیر درستی قرار گرفته جلو بیاین و این شما رو بردارین در جای خودتون بیستین بذارین در این تاریکی فقط نور دیده بشه و این نور رو در قسمت های تاریک زندگیتون در روح ببینین آمین